خب بچه ها بیایم با هم دیگه بریم سراغ تست سوم صفحه 59 کتاب Reading Passage 1 The Concept of Intelligence در مورد مفهوم هوش اینجا قراره که متن رو با هم دیگه بخونیم. خیلی متن دشواری نیست، کلمات خیلی دشواری هم نداره و انتظاری که من دارم اینی که بتونید خیلی راحت چیکار بکنید، سوالاتی که هست رو جواب بدید. خب طبق معمول صرفا یه نگاه به عنوان میندازیم اینجا که نوشته The Concept of Intelligence تا بدونیم اساسا موضوع در مورد چی هستش و میایم سراغ سوالات، یعنی گاهی به سوالات میندازیم. سوال یک تا سه که بچه ها سوالات Matching Information، درسته؟ سه تا سوال بیشتر ما نداده و طبق توصیه‌ای که من قبلا بهتون داشتم توی جلسات قبلی این بوده که سوالات matching information رو فعلا جواب ندیم. خب میمونه سوالات yes no not give، یعنی سوالات 4 5 و 6 و سوالات matching names. خب سوالات 7 تا 13 قاعدتا من وقتی matching information رو میذارم کنار یه سوالات 4 تا 5 و 6 سوالات به ترتیب متن هستن دیگه، درسته؟ سوالات 7 تا 13 سوالات پراکنده در متن. خب قاعدتا ما اولویتمون اینه که با سوالاتی که به ترتیب متن هستن پیش میریم دیگه، یعنی بهتره که اول 4 و 5 و 6 رو جواب بدیم بعد 7 تا 13 رو جواب بدیم. matching information هم که همیشه آخرین مدل سوالی هست که ما جواب میدیم. اما یه نکته، چون توی سوالات matching names که قبلا در موردش مفصل صحبت کردیم، خب چون که توی سوالات matching names هم ما اسم داریم، یعنی همیلتون جفرسونیان، همیلتونیان جفرسونیان جکسونیان، خب چون که ما یک سری اسم داریم و این اسامی راحت توی متن پیدا میشن، خب ممکنه یه نفر تصمیم بگیره اول از همه با چی شروع کنه؟ با matching names شروع کنه، چون خیلی سردرگم نمیشه، میره اول همه اسامی رو پیدا میکنه توی متن، بعد اول 7 و 13 رو جواب میده، بعد 4 و 5 و 6 رو جواب میده و بعدش هم 1 و 2 و 3، که این خب خیلی گیج کننده میشه به نظر من. خب بهترین کار اینه که ما سوالات matching information رو بذاریم کنار، با 4 و 5 و 6 شروع بکنیم. من بخوام جواب سوال 4 رو پیدا کنم، پیش فرضمون این بود که از اول متن شروع کنم بیام تا به جواب سوال 4 برسم، درسته؟ خب 4 و 5 و 6 که پیدا کردم میرم سراغ سوالات matching names و طبق اصولی که قبلا بهتون گفتم اول از همه اسامی رو پیدا میکنیم، یعنی همیلتونیان، جفرسونیان و جکسونیان رو توی متن پیدا میکنیم. این اسامی ممکنه یه بار، دو بار یا چند بار در متن اومده باشن، اول از همه وقت میذاریم، هر چند باری که اسامی اومدن رو به اصطلاح توی متن دورشون خط میکشیم، بعد از سوال 7 دونه دونه میخونیم. مثلا سوال 7 رو که میخونم میرم اول از همه سراغ مثلا همیلتونیان، قبل و بعدش رو میخونم، یکی دو جمله قبل و یکی دو جمله بعدش رو میخونم، اگر که همیلتونیان هست که جوابمه، اگر که نیست آنچه که در مورد همیلتونیان خوندم رو چیکار میکنم؟ دورش خط میکشم، چرا که میتونه برای جواب سوال بعدی به من چیکار بکنه؟ کمک کننده باشه. اوکی یه چیزی که در مورد این متن وجود داره اینه که فکر میکنم، من خیلی وقت پیش این تست رو خودم زدم، همه اون اسامی همیلتونیان، جفرسونیان و جکسونیان در صفحه دوم میاد. خب و این کار رو واسه شما چیکار میکنه؟ آسون تر میکنه بچه. خب الان میخوام به شما تایم بدم، میخوام کل 20 دقیقه زمان بدم کل متن اول رو جواب بدید. یک بار دیگه میگم 1 و 2 و 3 رو بیخیال بشید فعلا، اول 4 و 5 و 6 رو جواب بدید. برای پیدا کردن جواب سوال 4 از اول متن شروع می‌کنیم. این سوالات 4 و 5 و 6 گفتیم به ترتیبن دیگه، معمولا نه همیشه، و یه نکته در نظر داشته باشید، این که ما میگیم به ترتیبن، بچه‌ها بعضی فکر می‌کنن که این به این معنیه که الزاما باید به هم نزدیک هم باشه. نه، ممکنه فاصله بین جواب‌های 4 و 5 و 6 زیاد هم باشه بچه. مثلا ممکنه 4 پاراگراف دوم، 5 پاراگراف ششم، 6 پاراگراف آخر باشه. این اتفاق ممکنه که بیفته، ممکنه هم هست نیفته ها، و
ولی اینو در نظر داشته باشه که این اتفاق ممکنه که بیفته. ما اگه واسه خودمون واسه بدترین آماده بکنیم قاعدتاً اتفاقی کمتر از اونم چی میگن کمتر بدم اتفاق بیفته واسه اونم آماده هستیم. خب از اون طرف وقتی 4 5 رو جواب دادین اول برید 7 تا 13 اول اسامی رو پیدا کنید، دونه دونه برید جلو. هر سوال رو نتونستید جواب بدید بی خیالش بشید. این سوالاتی که توش گیر میکنید 3 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه بهش فکر میکنید مثل روابط تاکسیکه، تهش هیچ نتیجه‌ای نداره. این روابط تاکسیک رو باید بکنی بندازی دور، تهش جواب نمیدی حالا سره. ولی اگه تو این سوال تاکسیک باقی بمونی نه احتمالاً اینو جواب میدی و هم احتمالاً اینکه 4 تا سوال دیگر رو هم به خاطر کمبود زمان از دست میدی. برای همین اگه نمیتونید جواب بدی توی یکی دو دقیقه بگو فدا سرم برو سراغ سوال بعدی. اوکی؟ یه نکته هم بهتون میگم بچه، سوالت yes no not given اساسا همون true false not given. خب فقط تفاوت true false not given و yes no not given، حالا not given که یکیه، true false not given بر اساس fact، yes no بر اساس opinion نویسنده است. یعنی مثلا میگه نویسنده فلان چیزو گفته، آیا این جمله شماره مثلا 4 در راستای نظر نویسنده میتونه باشه یا نمیتونه باشه. خب و یک نکته آخر قبلا گفتم ولی تکرار میکنم، اگر در آزمون به اشتباه به خاطر استرس به جای yes نوشتید true یا به جای no نوشتید false ایرادی نداره، نمره از دست نمیدید. هرچند توصیه میکنن که حواسمون رو جمع بکنیم true true yes yes، ولی اگر هم حالا به خاطر استرس قاطی کردید رو جا به جا نوشتید ایرادی نداره بچه. اوکی؟ چیزی هست که من خوب توضیح نداده باشم براتون؟ نه چیه؟ اوکی خب بچه از الان بذارید من تایم بگیرم. لطفاً وقت بذارید. از الان 20 دقیقه شروع شد ویدیو و مایکتون خاموش بکنید. 20 دقیقه دیگه میایم با هم دیگه جواب رو بررسی می‌کنیم. اوکی؟ خب بچه‌ها بیاین تا با هم دیگه جواب رو بررسی کنیم. چطور بود همین؟ محسن تو چی؟ بد نبود، خوب بود. خوب بود، چه خوب بود. حمید جان با شما شروع کن. سوال 1 و 2 و 3 که قرار شد فلان اسکیپ بکنیم. بعد از اینکه 4 و 6 و 7 و 13 رو جواب دادید پاسخ دادن به سوالات 1 و 2 و 3 براتون راحت تر نبود؟ بود؟ محسن تو چی؟ در 90% مواقع طبق تجربه من وقتی مشکل اینفورمیشن رو آخر کار انجام میدی راحت تر انجامش میدی، در زمانت هم صرف جویی میشه، احتمالا سریع جواب بدین 1 و 2 و 3 رو. خب این کار رو همیشه انجام ده، بعضی وقتا ممکنه نشه دیگه، اون دیگه شاید به خاطر level of difficulty بالایی امتحان باشه. خب در 90% مواقع بذاریم آخر کار جواب بدین راحت تر میتونیم جواب بدیم. همین جان لطفا سوال 4 رو اول بخون برای من. بله. بگو چی میخواد ازت، اول توضیح بده چی میخواد، بعد جوابتو بگو، بگو جواب کجا پیدا کردی. خب سوال میگه که the slow language development in children is likely to prove disappointing to their parents. میخواد ببینه که با عقیده نویسنده موافقه یا نه. آیا این جمله در راستای عقیده نویسنده هست یا نه؟ هست یا نه. خب جمله چی میگه؟ خب میگه که در اصل توسعه آروم آهسته آهسته یادگیری زبان توی بچه ها باعث شده که والدین یه دلیلیه برای اینکه والدین مایوس بشن، ناامید بشن. disappointing یعنی ناامید کننده، مایوس کننده. بچه‌ها prove یه فعلیه، خود prove به تنهایی یعنی ثابت کردن، اثبات کردن. ولی وقتی میگیم prove مثلا به اضافه یک صفت، اوکی، یعنی اینجوری شد، مثلا ناامید کننده میشه، یعنی چه معنی میده. خب میگه که اینکه
حالا مفهوم چی میگه؟ مفهوم اینه که توسعه زبانی در بچه ها آهسته اتفاق بیفته احتمالاً is likely. خب این احتمالاً مهمه، احتمالاً باعث میشه که پدر مادرشون ناامید بشن، مایوس بشن، ناامید کننده است برای پدر مادرشون. همچین مفهوم داره. جواب چیه؟ من not given زدم. جوابت کاملا درسته، not given. محسن تو چی زدی؟ من not given زدم. خب آیا کلا هیچی در موردش نگفته بود یا یه چیزایی گفته بود؟ یه چیزایی در مورد یه پاراگراف در مورد هوش و بچه ها و یادگیریشون گفته بود. خب ولی خب به این که اصلا استو لنگویج دیولوپمنت بخواد اشاره کرده باشه چیزی اصلا نباقی موضوع نبود. اصلا جدا از آهسته بودن یا سری بودنش اساسا در مورد لنگویج دیولوپمنت هم جایش صحبت نکرده؟ چرا صحبت کرده؟ کجا در مورد لنگویج دیولوپمنت صحبت کرده؟ خط چهار پاراگراف بی. اوکی خب یکی implicit theories of the children's language development will determine at what age they will be willing to make various corrections in children's speech. هم در مورد پرنس میگه، هم در مورد لنگویج دیولوپمنت میگه. ولی در مورد اینکه اگه این آهسته باشه باعث ناامیدی پدر و مادر میشه حرفی نمیزنه بچه‌ها. و جواب سوال یک میشه not given. مرسی. محسن سوال بعدی رو. سوال پنج. People's expectations of what children should gain from education are universal. میگه که سوال میگه که انتظارات مردم از چیزی که بچه ها باید به دست بیارن، این شود میتونه اینجا حالا من کلمه کلیدی در نظرش گرفتم، شود گین میتونه باید به دست بیارن از تحصیلات هستش جهانی. اوکی یه لحظه، جهانی یعنی چی اینجا بچه؟ یونیورسال مشترک بین تمام فرهنگ، یعنی همه جا همینه که باباها توی تابستون کولر رو خاموش میکنن، میرسه یونیورساله، کل دنیا همینه. خب چرا میگیم USB Universal Serial Bus؟ یعنی یه سایزی داره که تو کل دنیا یکیه، یه استاندارد یونیورساله. خب حالا میگه انتظارات مردم از اینکه بچه ها چه چیزی رو باید از آموزش به دست بیارن تو کل دنیا یکیه، بهتره نگیم جهانیه، خب بهتره میگیم تو کل دنیا یکیه، همچین مفهومی داره. اوکی خب کلمات کلیدیمون من فکر میکنم expectation of کلش، حتی خیلی من معتقد به کلمات کلیدی نیستم، ولی اون یونیورسال خودش میتونه اون expectationه و یونیورسال، این دوتا میتونن کلمات کلیدی باشن. جواب چیه محسن؟ not given زدم. not given زدی؟ سب کن همین چی زدی؟ من false زدم. no زدی منظورت؟ بله بله. خب حالا محسن چرا زدی not given؟ خب میگه خط دوم میگه که people have expectations for intellectual performances that differ for children of different ages. این اینجا خب یه جمله دیگه شم بخون. how these expectations differ is in part a function of culture. ادامه بده. For example, expectations for children who participate in Western-style schooling are almost certain to be different from those for children who do not participate in such schooling. چی میگه اینجا محسن؟ از اونجایی که خوندی تا آخر چی میگه؟ یعنی مثلا عمل کرده intellectual performance، یعنی عمل کرده ذهنی مثلا یه همچین چیزی. خب performance عمل کرده، مردم انتظاراتی دارن برای عمل کرده همون گوشی که
متفاوته برای بچه ها و توی سنهای مختلف. خب ادامه بده، میگه how these expectations differ، این که چجوری انتظارات تفاوت دارن توی یه فانکشن، توی یه تابعی از فرهنگ. میگه تا جایی یه به خاطر فرهنگشونه. خب بعد مثال میزنه، میگه for example انتظارات برای بچه‌هایی که توی مدرسه‌های سبک غربی میرن به اصطلاح متفاوت از بچه‌هایی که توی مدرسه سبک غربی نمیرن. پس آیا یونیورسال انتظارات؟ خب جوابت الان نو یا نات گیون؟ اگه اینجوری باشه پس نو. نو. اوکی؟ چون مستقیما داره برعکسشو داره میگه. دقیقاً داره برعکسشو میگه. خب ببین کلید نو و نات گیون اینه. اگه میبینی داره 180 درجه برعکسشو میگه میشه نات گیون. اصلا مشکل بچه‌ها همینه. فالس نات گیون، نو نات گیون. خب کلیدمون اینه. از جواب ما زمانی نو هست که 180 درجه برعکس شده. بچه داره همین کار داره میکنه. اینجا مهمترین کلمه این که بچه‌ها باید بدونن یونیورسال. نه صرفاً به عنوان جهانی، به ترجمه جهانی. به این ترجمه که همه جای دنیا یکسان. اوکی؟ مرسی محسن. سه. همین. ببخشید. یه لحظه من اینا رو درستش کنم. اولی سوال 4 بود دیگه. Not given. No. و سوال 6 رو بگو. بله. Scholars may discuss theories without fully understanding each other. یعنی چی؟ میگه که حالا تحصیل کرده، یعنی در حال تحصیل کرده ها. نه. Scholar یا scholar؟ اشتباه نکنم. محققان هم چی معنی؟ اوکی؟ خب محققان چی؟ محققان امکان داره که توی مباحثاتشون، تئوریاشون همدیگر رو به طور کامل متوجه نشن. میگه این محققان ممکنه تئوری‌هاشون رو با هم بحث بکنن بدون اینکه کاملا متوجه هم دیگه هم بشن، یعنی این دیسکاشن رو دارن. جواب چیه؟ خب من یس زدی. چرا؟ و محسن تو چی زدی؟ یس. خب چرا یس زدی؟ همون پاراگراف ای تو فور اگزمپل من اینو برداشت کردن که expectation for children who participate in western schooling almost certain to be different from those for children who do not participate in such schooling. من این اسکولار رو اینطور برداشت کردم که خب اوکی اینجا الان مثلا داره مثال میزنه، داره خودش هم اذعان میکنه که این دوتا دونه مثلا. نه اسکولار گفته میشه محققان، اینجا اصلا نبوده محققان صحبت نمیکنه. خب یک دو اصلا نبوده تئوری صحبت نمیکنه. توی پاراگراف ای کجا داره نبوده تئوری صحبت میکنه که با هم بحث میکنن تئوری هاشون رو بدون اینکه. جوابتون درسته، جاش رو باید بگیم. محسن تو چی بگو؟ من توی پاراگراف جی، پاراگراف آخر، پیداش کردم دو سه خط مونده و آخر until scholars are able to discuss their implicit theories and thus their assumptions they are likely to miss the point of what other are saying discussing their explicit theories and their data. دقیقاً در جواب همین. خب میگه تا زمانی که until scholars بتونن اون implicit theory هاشون رو و فرضیه هاشون رو با هم دیگه بحث بکنن، اونا احتمالاً miss the point of what others are saying، یعنی متوجه منظور بقیه نمیشن. خب وقتی که دارن explicit theory‌هاشون رو و دیتاشون رو دارن چیکار میکنن؟ به اصطلاح با هم دیگه دیسکاس میکنن، بحث میکنن. پس تئوری‌هاشون دیسکاس میکنن بدون اینکه ممکنه همدیگر رو نفهمن. اینجا بچه ها اجرایی در راستای دیدگاه نویسنده است. حالا بچه ها implicit و explicit یعنی چی؟ خب
implicit یعنی تلویحاً، خب به صورت تلویحی. explicit متضاد تلویحاً چی میشه؟ یه فارسی سرچ میکنید بچه ها من چه بگیم؟ چی؟ مستقیم بیان کردن دقیقا. خب explicit یه ترجمه بهتره، صریح و واضح، آشکار. خب میگه تا زمانی که اینا بتونن به اصطلاح تئوری های تلویحیشون رو، یعنی سه که آشکار نیستن واضح نیستن رو با هم دیگه بحث بکنن، خب یعنی منظورش که الان نمیتونن این کار رو بکنن، خب میگه تا زمانی که بتونن این کار رو بکنن، اونا احتمالاً وقتی که دارن تئوری های صریح و مستقیمش رو با هم دیگه بحث میکنن متوجه حرف هم دیگه نمیشن. دقیقا همون اتفاق افتاده که بهتون گفتم، فاصله بین جواب سوال 5 و 6 اینجا زیاد بود. خب آره، حالا اینجا همین شانسی یس درست دادی، خب ولی حواست باشه که جای درست رو پیدا کنی. قول اسپانیا کار درسته ولی موازت بچه بود. حالا خب آره بریم قسمت بعد. سوال حالا list of theories Hamiltonian, Jeffersonian, Jacksonian. اوکی میتونیم جواب تکراری هم داشته باشیم. حمید جان سوال هفت رو بخون و یه بار دیگه هم بگم، ما اول اسامی رو پیدا میکنیم دیگه قبل از اینکه بخوایم اصلا جواب بدیم، دروشون چیکار میکنیم؟ خط میکشیم و میبینید که این اسامی توی پاراگراف های F, G, H و I اومدن، درسته؟ و این یعنی که احتمال خیلی زیاد تمامی این پاسخ ها در پاراگراف F, G, H, I هستن و این کار برامون آسون میکنه. اوکی؟ خب سوال هفتم چی گفتی؟ حمید بخونش اول. desirable یعنی خوبه که. خب برای for the same possibility، برای یک احتمال، برای احتمالات یکسان برای همه. خب بذار ببینیم. اچا possibility یعنی امکان. آره possibility یعنی امکان، probability یعنی احتمال. خب possibility اینجا من فکر میکنم 100% مطمئن نیستم. possibility یعنی مثلا آقا ما امکان این که مثلا بریم مدرسه رو داریم، یه جور امکان، یه possibilityه. خب بریم مثلا از استخر و اینا استفاده کنیم داریم، خب یعنی امکان انجام اون، نه فسیلیتی یعنی خود اون استخر فسیلیتیه، خود اون شاپینگ سنتر میتونه مثلا فسیلیتی باشه. خب ما امکان دسترسی داریم یه جوری بگم. حالا میگه خوبه که اون امکانات مشابه، امکان منظورم اون امکان دسترسیه که آدم ها دسترسی داشته باشن، خوبه که اون امکانات مشابه برای همه باز باشه، یعنی همه به این امکانات دسترسی داشته باشن. این desirable چیزی که میخوایم باشه، میخوایم که اتفاق بیفته. این خوبه که امکانات مشابه برای همه در دسترس باشه، برای همه آزاد باشه. اینو کی گفته همین؟ من جفرسونیان بی زدم. جفرسونیان گزینه بی زدی، جواب درسته. چرا؟ یه چیزی بهتون بگم بچه‌ها، فقط یه چیزی قبل از که شما توضیح بدی برای بقیه که اینو میبینن این توضیح میدم، اونم این که شما وقتی که اینو خوندی رفتی از اون پاراگراف جی شروع اف شروع کردی اومدی پایین، بعد مثلا رسیدی به کی؟ رسیدی به جفرسونیه. حالا برای سوال 8 دوباره رفتی از همون پاراگراف قبلی که اولین اسم اومده شروع کردی، درست میگم؟ این سوال هفت رو چیکار کردی؟ رفته از اون اولین پاراگرافی که این اسامی توش خوندی رسیدی به جفرسونیه. خب حالا واسه سوال هشت چیکار کردی؟ دوباره رفته از اون پاراگراف اول که اسامی توش هست شروع کردی خوندی اومدی پایین دیگه. من راستش اینجا دیدم چون ما سه پاراگراف داریم، حالا اون پاراگراف اول که مشترکه بین همشون، خب سه
پاراگراف هم هر کدوم داره ویو پوینت های این اشخاص رو جدا جدا مطرح میکنه خب و نقطه اشتراک هم یعنی تو هم نیستن. تصمیم گرفتم خب مثلا اول بار همینطور ویو رو بخونم آها و بعد بیام بر اساس ببینم رو کدوم گزینه ها مچ میشه. اوکی قبوله ولی نکنین کارو. خب خیلی 100% موافق نیستم. بهترین کار اینه که سوال 7 رو بخونی، بری از اون اولین پاراگرافی که اسامی شروع شدن بخونی، بیای پایین تا به جواب برسی. حالا مثلا توی پاراگراف آی به جواب برسی. مثال میزنم. جوابو که مینویسی واسه سوال 8م دوباره بری از همون اولین پاراگرافی که اسامی توش هست بخونی، بیای پایین. سوال بعدی همینجور، اینجوری بری جلو تا همه سوالاتو جواب بدی. یه موقعی دیدی که اسما پراکنده هم توی طول متن مثلا از اول تا آخر بگی. آره این کارو وقتی هم پراکنده باشه این کارو انجام بده. چرا؟ چون دو سه بار که میخونی احتمالا دیگه یه دیتا تو ذهنت میمونه، میدونی دیگه کیا چیا گفتن، سریع تر جواب میدی. اوکی؟ حالا به هر حال محسن جا شما یه چیزی گفتی آره میتونه هستش کنی دیگه. دقیقاً درست، دقیقاً درست. حالا همین چرا جواب شده جفرسونیان؟ خب جفرسونیان پاراگراف اش میگه که the Jeffersonian view is that people should have equal opportunities but they do not necessarily available themselves equally of these opportunities and are not necessarily equally rewarded for their accomplishments. تمام جمله اول میگه دیگه، میگه the Jeffersonian view is that people should have equal opportunities، فرصت های برابر داشته باشه. این equal opportunities یعنی که same possibilities open to everyone. تمام okay. B سوال 8 محسن بخون. No section of society should have preferential treatment at the expense of another. یه هیچ بخشی از جامعه خب هیچ بخشی از جامعه باید داشته باشه نباید داشته باشه نباید باشه نباید داشته باشه اون تریتمنت ویژه رو پرفرنشال. آها آفرین. خب توی at the expense of another، هزینه های دیگه نه. At the expense of others یعنی اینکه طرف یه امکان ویژه، یه به اصطلاح امکان ارجح رو داشته باشه به هزینه دیگران. یعنی چی؟ یعنی مثلا طرف اگه یه امکانات ویژه‌ای داره، مدرسه خاص میره، مدرسه اینا فلان میره، این باعث میشه که یه سری دیگه توی جامعه نتونن برن و این یه جوری نابرابری ایجاد بکنه. اینجا expense معمولاً پول و اینا نیست، یعنی این کار رو انجام نباید، هیچ بخش از جامعه نباید اون چی گفتی؟ چیه ویژه گفتی؟ علاج نه preferential treatment رو چی ترجمه کردی؟ ویژه preferential treatment رفتار ویژه، نباید باش رفتار ویژه بشه و هزینش رو بقیه بدن. خب میگه هیچ بخشی از جامعه نباید باش رفتار ویژه بشه و هزینش رو بقیه گروه های جامعه بدن. اوکی؟ خب جواب چی بود گفتی شما؟ سی درسته؟ جواب بله حاج آقا جکسونیان. جکسونیان چرا؟ سی جکسونیان توی پاراگراف آی the Jacksonian view is that all people are equal, not only as human beings. But in terms of their competences. من همین جا بکنم. آره میگه که اون دیدگاه جکسونیان اینه که همه آدم ها با هم برابرن، نه تنها به عنوان انسان بلکه از لحاظ کامپیتنسی هاشون، از لحاظ توانایی رقابتشون. That one person would serve as well as another in government or on a jury or in almost any position of responsibility. In this view of democracy, people are essentially intersubstitutable except for specialized skills, all of which can be learned. In this view,
We do not need or want any institutions that might lead to favoring one group over another. جمله آخر جواب. اینجا favor یعنی ترجیح دادن. خب پاراگراف رو بگم. میگه که کل پاراگراف آی داره جواب میده. میگه این دیدگاه جکسون اینی جکسون اینی که همه هم برابر. نه تنها بران انسان بلکه از لحاظ توانایی رقابتیشون. اینکه یک به اصطلاح یه آدم میتونه به همون اندازه یه آدم دیگه توی دولت یا توی جری هیئت جوری دادگاه یا توی هر پوزیشن یا مسئولیت دیگه ای عمل کرده خوبی داشته باشه. در این دیدگاه از دموکراسی people are essentially insubstitutable. میگه آدم ها میتونن جایگزین همدیگه بشن توی این دیدگاه از دموکراسی مگر برای مهارت های خیلی خاص. خب بعد میگه all of which can be learned که همش هم میشه چیکار کرد؟ یاد گرفت. میگه in this view در این دیدگاه we do not need or want any institutions. میگه در این دیدگاه ما نیاز نداریم یا اصلا نمیخوایم هیچ به اصطلاح نهادی رو که ممکنه منجر بشه که یک گروه رو به دیگری ترجیح بدیم، ارجح بدونیم. اون تیکه جمله آخر in this view تا جمله آخر favor one over another دقیقا جواب سوال شماره 8 هست. No section of society should have preferential treatment at the expense of another. چرا متعجب به نظر میاد؟ جمله آخر پاراگراف میگه in this view we do not need or want any institutions that might lead to favoring one group over another. اوکی پس سوال 8 میشه گزینه C. همین درست جواب دادی؟ نه سوال 8 درست جواب دادی همین؟ بله عالیه. بچه ها یه چیزی که محسن من دارم میبینم خب اینه که مثلا با یه جمله تصمیم نهایی تو گرفتی. خب حالا اینکه با یه جمله تصمیم نهایی رو بگیری 50-50 قاعدتا. خب هیچ وقت برای یه تک جمله تصمیم نگیر، به خصوص اینکه مثلا یه مثلا نصف جمله رو میخونی احساس میکنی جوابو بهت میده بعد تازه کاما میبینی. خب ممکنه بعد کاما بگه however بگه but. اوکی و کلا جواب عوض بشه. توی Game of Thrones میگفت تمام آن چیزی که آدم ها قبل از اما میگن بی ارزش. خیلی دوستت دارم اما نمیتونم باهات ادامه بدم. خب دیگه اون خیلی دوستت دارم چی میشه؟ بی ارزش میشه. پس به خصوص وقتی کاما میبینی برو تا ته. حتی ممکنه دو سه جمله رو بخونی محض احتیاط واسه اطمینان. با یه تک جمله با یه نصف جمله تصمیم نگیر هیچ وقت. اوکی همین جان شما بگو. درست. سوال 9 people should only gain benefits on the basis of what they actually achieve. خب مردم باید بر اساس اون دستاوردهاشون همونقدر هم حالا سود ببرن یا درست. میگه آدما فقط با اون اونلیه مهمه. میگه آدما فقط باید بر اساس اون چیزی که به صورت واقعی به دست میارن به اصطلاح سود ببرن. خب جواب چیه؟ من جفرسونیان زدم. یعنی گزینه یه بی کاملا درسته. محسن درست دادی؟ خب چرا؟ همین چرا زدی بی؟ خودش تو همون جمله اول اشاره میکنه که availability of these opportunities and are not necessarily rewarded for the accomplishment. These are rewarded for what they accomplish. دقیقا. If given equal opportunity. اگه فرصت برابر بهشون بدیم بر اساس دستاوردشون باید ریوارد بهشون بدیم. اوکی؟ در ادامه هم میگه که low achievers یعنی که دستاوردی زیادی ندارن are not rewarded to the same extent as high achievers. به اون اندازه‌ای که high achiever ها ریوارد میشن ریوارد نمیگیرن. In the Jeffersonian view
که آره دیگه بعد دیگه خیلی ربطی نداره. دقیقا جواب سوال 9 میشه چی؟ جفرسونیان بی. اوکی خب سوال بعدی محسن بخون. Variation in intelligence begins at birth. میگه اون variation اون تفاوت تنوع اینتلیجنس هوش و اینا شروع میشه از همون آغاز بعد به تولد و اینا. دقیقا کی میگه اینو؟ همیلتونیه. گزینه A. درسته. چرا؟ توی همون خط اول the Hamiltonian view which is similar to the Platonic view is that people are born with different levels of intelligence. اینجا تصمیم گرفتم ولی خب آفرین ادامه بده. دقیقا جواب همین جمله است. همین درست زد جواب تو؟ اوکی بچه ها یه چیزی رو من چک بکنم میخوام مطمئن بشم. خب از اون چیزی که مفهوم و میفهمم نمیتونم توضیح بدم و یه نکته خوب میخوام بهتون بگم. اوکی بچه ها توی ریدینگ خب با کلماتی شما مواجه میشید ممکنه که مثلا یه معنی دیگه ازش میدونید خب و میبینید که اون معنی رو وقتی تو این جمله میذارم اصلا میک سنس نمیکنه، اصلا مفهوم نداره جمله. خب اینو خیلی حواستون باشه. حالا اینجا شاید خیلی دونستن یا ندونستنش تأثیری در جواب نداشته باشه خب، ولی توی اون چیزی که محسن خوند میگه که the Hamiltonian view which is similar to Platonic view is that people are born with different levels of intelligence and that those who are less intelligent. میگه دیدگاه همیلتون اینه که آدم ها با سطوح مختلف هوش به دنیا میان و اونایی که کمتر باهوشن need the good offices of the more intelligent. بعد اینجا need the good office یعنی چی؟ مثلا من بیام بگم به اداره خوب، به مثلا به یک آفیس اینجایی که توش اداره است توش کار میکنی دیگه خب، یعنی به آفیس خوب بقیه نیاز دارن. پس اینجا make sense نمیکنه اون معنی که ما از آفیس میدونیم. آفیس به عنوان محل کار ما معنیش رو میدونیم دیگه خب. اینجا باید یه قبل و بعد کلمه رو نگاه بکنی، یه دونه فریز ازش بکشی بیرون. اینجا فریز میشه to need the good office of somebody. خب و if someone needs the good office of somebody that means they need the help of them. یعنی به کمکشون نیاز داره. من توی گوگل الان سرچ کردم میگه someone's good offices are the help that they give to other people who are trying to achieve something. پس اینجا میگه که اونایی که کمتر باهوشن نیاز به کمک آدمای بیشتر باهوش دارن. و از این اتفاقات بچه ها خیلی میفته. حواستون باشه. آره اینو من نمیدونستم مثلا گودو بگم کالا. آها خب و این کارو ببین الان ندونستنش شما با اینکه نمیدونستی جواب دادی دیگه. خب این خوبه. یه جوری حالا مثلا داریم مهارت پاسخ‌دهی رو داریم یاد میگیریم. ولی بعدن که بشینی با حوصله همچین حلاجی کنی متنو دارید متن رو میخونی میبینیم آفیس اصلا یعنی چی. آفیس اینجا به آفیس دیگران نیاز دارن، آفیس که این محل به محل کار دیگران نیاز دارن. پس میک سنس نمیکنه، معنی نمیده. یعنی چی؟ یعنی این آفیس به یک معنای دیگه ای به کار رفت. خب و بعد سعی کلمات قبل و بعد رو ببینید. اگه مثلا یه فعل اومده و بعد یه اسم آفیس اومده احتمالاً یه فریزه to need the good office of somebody.
or someone's good office. Okay? و این قضیه میتونه حالا شاید توی متن دیگه‌ای تاثیرگذار باشه. دونستن یا ندونستنش. اینجا تاثیرگذار نبود. ولی ممکن توی متن دیگه‌ای چی باشه؟ تاثیرگذار باشه. Okay. مرسی محسن. بریم سراغ بعدی. 11. The more intelligent people should be in position of power. Positions of power. یعنی چی؟ مردمی که بیشتر هوش دارن، بیشتر باهوشن، باید توی پوزیشن‌های قدرت در مقام قدرت باشن. یعنی اونا باید حکومت کنن. خب جواب چیه؟ خب همین جوری زدی؟ نه آها. بر اساس این قضیه من همینطور داشت در این مورد صحبت. آره حالا تا اونجایی که ما خوندیم میگفت اونایی که به اصطلاح چیز البته توی همون جوابی که محسن گفت وجود داشت دیگه. خب چون میگفت که who are less intelligent need the good offices of those of the more intelligent to keep them in line whether they are called government officials or in Plato's term philosopher kings. Philosopher king یا government official اینا position of power دیگه. خب دقیقا همون. اوکی مرسی. 12 محسن. یعنی پادشاه فیلسوف حالا نمیدونم واقعا مفهومش چیه ولی خب یه به اصطلاح یه ایدهیه که پلیتو استفاده کرد. پلیتو فکر کنم شاید افلاطون اگه اشتباه نکنم. خب بعدی سوال 12. Everyone can develop the same abilities. جکسونیه چی میگه؟ اول بگو چی میگه. میگه همه میتونن توسعه بدن توانایی همون توانایی یکسان. خب کجا میگه جواب رو؟ توی همون آی که شما محبت کردین تا تهش خوندی. دقیقا همونه. دقیقا همینه. خب اونجا میگه که آره اگه بخونیش ممنون میشم. The Jacksonian view is that all people are equal not only as human beings but in terms of their competencies. آفرین. competency یعنی مهارت. آره اوکی آفرین. سوال 13 حمید. جواب درسته. میگه آدمایی که هوش کمتری دارن احتمالاً زندگی‌های کنترل نشده‌ای دارن. خب کجا میگه در مورد زندگی‌های کنترل نشده‌شون صحبت می‌کنه؟ به خط آخر پاراگراف G. خب for the large irresponsible masses of non-elite low IQ people who cannot take care of themselves. Left to themselves, the intelligent would create, as they always have created, a kind of chaos. Okay? Left to themselves. یعنی چی؟ به حال خودشون رها بکنند. بچه اینجا left to leave. یه دو تا عبارت بگم. To leave to oneself. که اینجا میگه left to themselves. یه عبارت دیگه هم داریم که مشابه همینه. میگه to leave to their own devices. اینجا یکی از اونجایی که دیوایس اون معنی که ما توی ذهنمون داریم رو نداره. خب مثلا میگیم که if children are left to their own devices یعنی اگه بچه ها رو به حال خودشون رها کنی. اوکی ممکنه جایی ببینید این رو. من دیدم توی ریدینگ ها نمیدونم کجا ولی to leave someone to their to leave someone to their own devices یعنی کسی رو به حال خودش
رها کردن. میگه که چی؟ میگه left to themselves the unintelligent would create as they have always created a kind of chaos. Okay? Chaos یعنی بحران، آشوب، هرج و مرج. و یه نکته بچه ها، اینجا میگه the unintelligent. The به اضافه صفت تبدیل میشه به چی؟ plural noun. حالا بهت میگم، حالا بعد کامل توضیح میدم. اول اینو بهت بگم. به بچه ها ده به اضافه صفت، اون صفت رو تبدیل به اسم جمع میکنه. خب مثال بزن. old یعنی پیر، درسته؟ the old یعنی سالمندان. young یعنی چی؟ جوان. the young جوانان. rich the rich ثروتمندان. poor the poor فقرا به آدم های فقیر. ببینید اون صفت اون اسمه، حواستون باشه. حالا اینجا میگه the unintelligent یعنی آدم های کمهوش، کمهوشان. یعنی چی معنی میده؟ خب حالا محسن دقت کن به تلفظ من. اولی the old, the young, the rich, the poor, the unintelligent. چرا اولی و آخری رو من دی تلفظ کردم، ستای وسط رو د تلفظ کردم؟ اون وال واس اگه واول بعدش بیاد شما دی تلفظ میکنید. در دو حالت شما بچه ها د رو دی تلفظ میکنید. اوکی؟ یک، بعدش حرف صدادار بیاد، یعنی کلمه که می به حرف صدادار شروع بشه. دو، اینکه بخوای تاکید کنی، حالا بخوای تاکید کنی فرق نمیکنه با حرف صدادار شروع بشه یا بدون حرف صدادار شروع بشه. خب مثلا من یادم خیلی وقت پیش داشتم چیزو میدیدم، اسپیس ایکس یه چیز فرستاد فضا از مال شرکت تسلا. ریپورتره داشت میگفت که this is the most important moment in history. ببین ام که بی صداست، خب ولی چون داره تأکید میکنه مهمترین لحظه تاریخه. This is the most important moment in history. یه چیز دیگه هم قبلا بهت گفته بودم، مثالشو من با چیز دیدم، با آیفون من دیدم. یه جا میگفت، میگفت که iPhone has the best if not the best camera. اینو من ده تلفظ میکنم چون این سو عادیه. خب میگه بهترین گوشیه، if not the best، داره میگه اگه بهترینه بهترینه بهترین نباشه بهترینه، داره اقرار میکنه در قضیه. خب حالا در مورد آدم ها مثلا صحبت میکنی، شما مثلا یه استادی توی دانشگاه داشتی، بعد خیلی هم باش حال میکنی، میگه که مثلا he was the best if not the okay best professor I have ever had. اگه بهترینه بهترینه بهترین هم نباشه ولی بهترین هست. برای تعریف کردن، تمجید کردن از این ساختار میتونیم چیکار کنیم؟ استفاده کنیم. پس یا بعدش حرف صدادار میاد که میگیم the، یا اینکه بخوایم تاکید بکنیم، که اگه بخوایم تاکید بکنیم فرق نمیکنه حرف صدادار بیاریم یا حرف بی صدا بیاریم. اوکی. متن بچه ها کلا متن جالبیه، یعنی من وقتی که اینو خوندم، لطفا بچه ها سر متن به موضوع، سر جلسه امتحان به موضوع هیچ وقت علاقه مند نشید. خب یعنی سر جلسه امتحان، آره مثلا یادم یه شاگردی داشتم باش ریدینگ کار میکردم، یه توی کتاب کمبریج آلسه 9 اگه اشتباه نکنم یه متن نموده شیمی بود،
بعد طرف غرق یارو شده بود که چقدر آدم خفنی بوده، چون رشته خودش هم شیمی بود. من گفتم بیا بیرون از اون فضا سوالا رو جواب بده. بر بعضی اتفاق میفته. خود من اگه تستی رو بزنم و موضوعش علاقه من بشم میرم میخونم. مثلا من الان راستش خیلی یادم نمیاد، ولی فکر کنم خیلی وقت پیش من این تست رو زدم. بعد رفتم در مورد همیلتونین ویو، جفرسونین ویو و جکسونین ویو یکم خوندم. خیلی جالب بود برام. اگه بیم چی بخونیم، خودش میتونه یه متنی میتونه ما رو تریگر کنه که بریم یه چیز دیگه ای در موردش چیکار کنیم بخونیم. فامیلیاشون همشون ایان داره با هم فامیل نبودن؟ نه داره صفت میکنه، یعنی مثلا میگه جکسن جکسونیه، یعنی که جکسونی، دیدگاه جکسونی، دیدگاه همیلتونی. که اگه اشتباه نمیدونم فکر میکنم اینجا همیلتون و جفرسون اینا اولین جزه بهشون میگن که اصطلاحاً که طبعا همونا هستن بهشون میگن The Founding Fathers. توی تاریخ آمریکا بخونید The Founding Fathers یعنی پدران بنیانگذار، که یه چیزی گوش میدادم میگفت که همین وقتی که اینا میشنن دور هم دیگه که به این نتیجه برسن و اون قانون اساسی آمریکا رو بنویسن، اینا یک گروه واشنگتن و جکسون و همیلتون و اینا اینجوری نبوده که همه هم عقیده باشن. اینجا میبینی که کلا عقایدشون متفاوته با هم دیگه، ولی مثلا بگه تفاهمی میرسن و اون چیزو مینویسن، اون قانون اساسی آمریکا رو مینویسن. مثلا میگفت همیلتون طرفدار مثلا اقتصاد کشاورزی بود، ولی مثلا جفرسون طرفدار اقتصاد صنعتی بود. از اون طرف جفرسون طرفدار بردهداری بود، همیلتون مثلا طرفدار بردهداری نبود. یه همچین چیزایی. کارتالی شاید اینا رو جا به جا هم بگم و دقیق یادم نمیاد. ولی کلن داستان جالبی داره این پدران بنیانگذار که اساساً چجوری این قانون اساسی آمریکا نوشته شد. کلن خیلی که جذاب ترین چیزایی که حالا من هم خوندم هم چارت ویدیو اینا هم در موردش دیدم. خوبه که برید مثلا یه تریگرتون بکنه این متن، بعد برید یه دوتا لیسنینگ، دوتا پادکست، دوتا ویدیو توی یوتیوب ببینید. ممکنه همین دیدگاه های جفرسون و جکسون و همیلتون تبدیل بشه به لکچر پارت 4 لیسنینگ آیلتس. کاملا ممکنه. و هر چقدر اینا رو بیشتر ببینید، مثلا علی بندری احتمالا میشناسینش، یه پادکستی داره در مورد قهوه. خب و توی یکی از تستای کتابه کمبریج آیلتس توی پارت 4 تاریخ قهوه است. من از 10 تا سوال 9 تاشو میدونستم قبل از اینکه اصلا گوش بدم جواب رو نوشت، جواب هم همه درست. خب اینو شما اگه به صورت رندوم چیزای مورد علاقتون هم پیگیری بکنید کمک میکنه بهتون. اوکی گود. بچه چیزی هست من خوب توضیح نداده باشم اینجا؟ اوکیه. متن به نظرم متن آسونی بود، هم به جز یکیش فکر کنم همه رو درست جواب دادیم جفتتون. آه راست میگی، یک تا سه، راست میگی، راست میگی. ببین میگم یادتون نره ها، من خودم یادم. خب سوال یک حمید بگو لطفا. یه چیزی سب کن، یه چیزی، یه نکته تستی عذر میخوام وسط حرفت. شما اومدی سوالات 4 تا 13 رو از کجا پیدا کردی؟ از پاراگراف بی پیدا کردی تا آخر، درسته؟ خب بعد که یکیش هم که اصلا not given بوده. اون سوالات 7 تا 13 هم که توی پاراگراف های F و G و H و I بوده. خب احتمال زیاد اون سه تا، نه حتما ولی احتمال زیاد، من با احتیاط دارم میگم، این جواب این سه تا سوال توی اون پاراگرافایی باشه که تا الان ما جواب رو توش پیدا نکردیم، مثلا پاراگرافای اول یا اون پاراگراف آخریه باشه. مثلا همین بگو سوال اولو. اول information about how nonsense is assumptions about intelligence influence the behavior toward others. من اینو چون خوندم خودم بی زدم. بی آفرین. اول ببین چی میگه سوال؟ به میگه که اطلاعات در مورد این که
فرضیه های غیر علمی یا غیر دانشمندان. خب تأثیر بذاره. جواب پاراگراف B هست. کجای پاراگراف اینو میگه؟ خودش حالا همون قسمت اول که میگه اونها که طور دقیقتر خب میشه توی قسمت آخر پاراگراف هم گفت انسان knowledge about intuitive theories of intelligence is important because this knowledge is so often used by people to make judgments in the course of their everyday lives. و من تصورم اینه که داره اینجا non-scientist assumption رو خب بچه ها داره معادل implicit theories قرار میده. یعنی تئوری هایی که تلویحی هم خیلی صریح نیستن. طوری که صریح باشه پشتش داده علمی وجود داره، ریسرچ وجود داره، ولی یه سری ایمپلیسیت به اصطلاح تئوری هم وجود داره که آدم ها احتمالا از خودشون دارن، خیلی نان ساینتیست هم، نان ساینتیفیکی هم. چی؟ آره در ادامه هم میگه که میگه people perceive and evaluate، اونجا میتونه کمک بکنه. دقیقا همینجا جواب درست. مرسی. B سال دو محسن. سال دو a reference to lack of clarity over the definition of intelligence. میگه یه رفرنسیه، یه اشاره به، یه اشاره به کمبود clarity، شفافیت، شفافیت بالای تعریف هوش. نه بالا نه، یعنی clarity over. دونه دونه اینجا ترجمه نکن. میگه یه اشاره به کمبود شفافیت در مورد تعریف کلمه اینتلیجنس. یعنی آدمای مختلف دفینیشن های مختلف از کلمه اینتلیجنس دارن، یه چیز ثابت و شاید یونیورسال نیست. کجا جواب میده اینو؟ پاراگراف A. آفرین. تمامش. اوکی که البته طبق توصیه خودم ادامه بده، یه جمله دیگه هم بخون. خب میگه in other words people all have unconscious notions، ایده های ناخودآگاه دارن، known as implicit theories of intelligence but no one knows for certain what it actually is. This chapter addresses how people conceptualize intelligence whatever it may actually be. حقیقا اینجا داره بهش اشاره میکنه. همینجا سال سوم. من با سوم خیلی چالش داشتم، یعنی شاید زمان اضافه گذاشتم رو. The point that a researcher implicit and explicit theory may be very different. خب یه نکته ای در مورد این که تحقیقات تلویحی یا مستقیم یک پژوهشگر خیلی متفاوت باشه. کجا جوابو کجا پیدا کردی؟ من تو جی زدم. من جی زدم آخرین پاراگراف. محسن تو چی زدی؟ دی زدم. چرا دی زدی محسن؟ دی قسمت خط دومش میگه if an investigation of implicit theories reveals little correspondence between the extant implicit and explicit theories. The implicit theories may be wrong. ممکنه اشتباه باشه. اینجا اگر یه تحقیق تلویحی که تئوری تلویحی که آشکار میشه، لیدل یعنی یه کم مطابقت داشته باشه بین اون implicit extent و implicit theories. خب بذار من بگم. میگه که implicit theories can be useful. میگه این تئوری های تلویحی میتونن مفید باشن وقتی که investigator یا همون محقق researcher suspects that مشکوک میشه که
existing explicit theories are wrong or misleading. که اون تئوری‌های مستقیمی که الان وجود دارن اشتباه یا گمراه کننده هستن. Thus, it is useful to find out, بنابراین خوبه که بفهمیم what these implicit theories are. این تئوری‌های تلویحی چیا هستن. Implicit theories provide a framework that is useful in defining the general scope of a phenomenon. میگه که اون تئوری‌های تلویحی یک چارچوب ایجاد میکنن که مفیده برای تعریف کردن اون اسکوپ کلی یک پدیده. Especially a well and not well understood phenomenon. به خصوص یک پدیده‌ای که خوب شناخته نشده. These implicit theories can suggest that این تئوری‌های تلویحی میتونن به اصطلاح غیر مستقیم بگن که what aspects of the phenomenon have been more or less attended to in previous investigations. خب حالا همین تو گفتی جی، چرا گفتی جی؟ خب ببین اینجا داره میگه که اون تئوری‌های تلویحی باید با دقت اونا رو حواسمون بهشون باشه چون که اونا پایه و اساس تئوری‌های مستقیم و صریح هستن. میگه اینا پایه و اساس اونا هستن. نمیگه تحقیقات ایمپلیسیت و اکسپلیسیت یک محقق ممکنه با هم دیگه متفاوت باشه. در ادامه هم میگه until the scholars are able to discuss their implicit theory and thus their assumptions, they are likely to miss the point of what others are saying when discussing their explicit theories and their data. خب میگه تا ایمپلیسیت ها رو نفهمن اکسپلیسیت هم نمیتونن با هم دیگه بحث کنن. باز نمیگه تو با هم یه تفاوت دارن. میگه فهم ایمپلیسیته چون پایه و اساس اکسپلیسیته خب خیلی مهمه و تا ایمپلیسیت رو نفهمن اکسپلیسیت رو هم نمیتونن بفهمن. اینجا الزاماً نمیگه که اون به اصطلاح تئوری های ایمپلیسیت و اکسپلیسیت یک محقق ممکنه با هم دیگه متفاوت باشن. نزدیکترینه فکر میکنم همون دی باشه. خب که میاد میگه که implicit theories can be useful when an investigator suspects that existing explicit theories are wrong or misleading. میگه زمانی میتونن مفید باشن که اون محققه تردید بکنه، شک بکنه که اون تئوری های صریح موجود اشتباه یا misleading باشن. خب از اون طرف میگه که implicit usefulه، explicit wrong or misleading. این تفاوت رو داره نشون میده. من یه همچین برداشتی دارم. خودم هم راستش رو بخواید 100% قانع نشدم. خب من بر اساس بهترین حدسم گزینه دی رو انتخاب کردم ولی خب دی هم درسته. یعنی با در مقایسه با بقیه پاراگراف ها بهترین حدسم دی بود. ولی خب جواب سوال گزینه دی هستش. واضحه که یه جایی که میگه آقا مطابقتی وجود نداره بین اشتباه باشن. آره میگم نزدیک بهش ولی منو شاید 80% قانع کرد که مثلا اینو به عنوان جواب انتخاب بکنم. خب یعنی حتی شاید اگر من هم سر جلسه به همچین سوالی بخورم شاید مثلا مثل همین جیو بزنم. خب من تیری که چیز رو استفاده کردم که برم دنبال پاراگرافایی که در الان جواب آره این هم هست، این هم خودش یه تریکی که جواب گوه. ولی به هر حال این سوالی که من خودم هم با یک اطمینان 80% جواب بده. اوکی حالا یه دونه دو تا سوال آدم اشتباه جواب بده ایرادی نداره. اوکی خب این تا اینجای کار بچه ها متن قشنگی بود. بشین بعدن دوست داشتید تحلیلش بکنید، دماندش بیشتر مطالعه بکنید، خیلی بهتون ایده های خوبی میده. و ساعت چنده؟ ساعت 1:30. فکر میکنم که the power of بذاریم متن بعدی رو ببینم. saving bugs to find new drugs matching information
و research at other. بچه ها تستشو انجام بدیم.